خب نسبت به این چیزهایی که توی هر دیویدی تقریبا به صورت استاندارد وجود داره یه چیز دیگه هم هست که تصاویر و عکس های شماست از نحوه فرایند تولید حالا پشت صحنه یا هر چیز دیگه ممکن شما یه سری عکس گرفته باشید که بخواید اون هم به صورت یه فوتو آلبوم توی دیویدیتون تون وجود داشته باشه این هم یکی از چیزهای استاندارد دیگه‌ایه که ممکن شما بخواید توی دیویدیتون تون اضافه بکنید و داشته باشید اما علت این که من روی این چارت انقدر تاکید دارم و علت این که انقدر دارم راجبش صحبت میکنم اینه که واقعا خیلی از مشکلات ما فقط به این دلیل به وجود میاد که از اول درست برنامه ریزی نکردیم و به این مسائلی که اینجا وجود داره اهمیت ندادیم یکی از چیزهایی که شما خیلی خیلی باید بهش توجه بکنید نیازهای صوتی و تصویریتونه من بهتون پیشنهاد میکنم قبل از اینکه هر دیویدی رو تولید بکنید و شروع بکنید به فرایند تولیدش قبل از اینکه دیویدی استودیو پرو رو باز بکنید یه همچین چیزی برای خودتون روی کاغذ بکشید ما برای تولید یک دیویدی به یه نرم افزار اسمبلی نیاز داریم برای این کار که مثلا دیویدی استودیو پرو اما یه سری نیازهای صوتی و تصویری داریم که خیلی خیلی مهمن این دو تا قسمت بالا رو شما میتونید حذف بکنید توی بعضی از دیویدی ها ممکن این دو تا قسمت بالا نباشن و نبودنشون هیچ ضرری به دیویدی نمیزنه شما میتونید یه منوی اصلی داشته باشید و ادامه چیزهایی که ما اینجا میبینیم اما برای چیزهای اصلی که ما داریم مثل منو مثل تصاویر مثل زیرنویس و مثل فیلم نیازهای صوتی و تصویری می رو باید برآورده بکنیم و من سیستم کاری که دارم اینه که جلوی هر کدوم از اینها یه تیک میزنم اگه مثلا تصاویر من کامل باشه یه تیک میزنم اگه صداهام کامل باشه یه تیک میزنم چون به هر حال حتی شما برای تصاویرتون هم ممکنه نیاز به یه موسیقی بکراند داشته باشید که تو حین پخش تصاویر شنیده بشه همینطور یه موسیقی بکراندی که روی منوتون شنیده بشه یا توی بقیه جاهای دیویدیتون اگر شما فیلمتون قرار تولید انبوه بشه حتما حتما مطمئن بشید این نسخه خروجی شما همون نسخه اصلی توی تدوین دوچاره تغییر نشده و به هر حال این همون چیزیه که قرار تولید انبوه بشه چون واقعا امکان پذیر نیست برگشتن به لحظه ای که شما میگید ای خب این دوتا پلان کاش از تو این ده هزار تا دیویدی حذف میشد علت این که من روی این چارت انقدر تاکید دارم فقط همین موضوع هست شما میگم میتونید جلو هر کدوم از اینها یه تیک بزنید به این معنا که الان برای پشت صحنه های من نیازهای تصویریم که مسئله خود طراحی ف... منوی پشت صحنه است درست فیلم هایی که برای پشت صحنه نیاز دارم آماده است و صدایی هم که میخوام روی منوش پخش بشه اون هم آماده است پس هر سه تا تیک رو میزنید و این چارت به شما کمک میکنه که بدونید کجاها نقص توی کار وجود داره چون همونطور که همه ما میدونیم تمام این اطلاعات به صورت یکسان به دست ما نمیاد یعنی مثلا میگم زیرنویس شما بعدا ممکنه حاضر بشه فرض کنید مثلا زیرنویس عربی ممکنه کارتون نیاز داشته باشه و حالا مترجم داره ترجمه میکنه دست شما نرسیده مثلا ممکنه صداها به ترجمه و زبانهای دیگه‌ای داشته باشید که الان حاضر نیست و بعدا قرار به دست شما برسونم و دوبله بکنن به همین دلیل هر کدوم از اینها رو شما میتونید براش یه چک باکس درست بکنید و یه تیک بزنید وقتی که آماده شد چون راستش رو بخوایم برای خود من پیش اومده که به یه همچین سیستمی رسیدم و مجبور شدم از یه همچین چیزی تابعیت بکنم یه چیزی نبوده درسته توی منو وجود داشته مثلا ترجمه عربی ولی از اونجایی که صدا نرسیده دیویدی تولید شده و بعدا به مشکل برخوردیم خب پس همونطور که چندین بار خدمتتون گفتم نیازهای صوتی و تصویری رو برای هر کدوم از این مراحل بنویسید و جلوش چیک باکس بزنید طراحی منوی که قرار بشه توی فتوشاپ خود فیلمتون ایندکس صحنه هاتون و الی